مرسدس بنز شرکت خودروسازی آلمانی و زیرمجموعه های شرکت دایملر آگ هست که در زمینه طراحی و ساخت انواع خودرو، کامیون، اتوبوس، موتورهای درونسوز، همچنین ارائه خدمات مالی، لیزینگ، بیمه خودرو و تعمیر خودرو فعالیت میکنه. کارخانه اصلی و دفتر مرکزیش در شهر اشتوتگارت قرار داره. شرکت دایملر موتورن گزلشافت به اختصار DMG در سال 1890 توسط گوتلیب دایملر و ویلهلم مایباخ تأسیس شد. در آوریل 1900 امیل یلینک، تاجر و سرمایه‌گذار دنیای نوپای خودروها، طی یک قرارداد پیشنهادی معادل 550 هزار مارک آلمان رو به DMG داد، در صورتی که مایباخ میتونست خودروی اسپورت و انقلابی برای اون طراحی کنه. خودروی درخواستی یلینک مشخصاتی بسیار پیشرفته‌تر از خودروهای زمان خودش داشت. به دلیل علاقه زیاد اون به دخترش مرسدس که تولدش رو برای زندگیش خوشی و میدونست، نام اون رو برای خودروش انتخاب کرد. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. و اولین خودرو با برند دایملر مرسدس تولید شد. شرکت DMG به دلیل موفقیت چشمگیر سری خودروهای مرسدس این نام رو برای همیشه برای خودروهای تولیدیش حفظ کرد. در سال 1997 بعد از ادغام دایملر بنز با شرکت خودروسازی آمریکایی کرایسلر و تشکیل دایملر کرایسلر آگ، این شرکت مدیریت مرسدس بنز رو در اختیار گرفت. در سال 2007 در پی خریداری کرایسلر توسط شرکت مدیریت سرمایه سربروس و انحلال دایملر کرایسلر، شرکت دایملر آگ تشکیل شد. امروز مرسدس بنز یکی از زیرمجموعه های شرکت دایملر آگ به شمار میاد و همراه با آودی و BMW و پورشه چهار خودروساز مشهور و لوکس آلمانی هستند که به عنوان پرفروشترین خودروسازان لوکس جهان شناخته میشن. ریشه های تاسیس شرکت مرسدس بنز به سال 1926 برمیگرده که در پی ادغام دو شرکت خودروساز آلمانی یعنی بنز اند سی و دایملر موتورن گزلشافت راه اندازی شد. با تشکیل شرکت ادغامی ضرورت استفاده از یک نام تجاری مشترک احساس می‌شد، چرا که در یک سو شرکت بنز آگ قرار داشت که از سال 1883 تا هنگام تشکیل شرکت جدید برای بیش از 40 سال اتومبیل‌های با برند بنز تولید کرده بود. در سوی دیگر شرکت دایملر موتورن گزلشافت قرار داشت که در سال 1890 توسط گوتلیب دایملر و ویلهلم مایباخ راه اندازی شده بود. این شرکت برای نخستین بار از موتورهای چهار زمانه و کاربراتور در اتومبیل‌هاش استفاده کرد. ولی در پی درگذشت دایملر در سال 1900 و انعقاد قراردادی میان مایباخ و امیل یلینک، شرکت DMG اتومبیل‌هاش رو با برند مرسدس عرضه می‌کرد. از تاریخ 28 ژوئن 1926 خودروهای تولید شده توسط کارخانجات شرکت جدید با نام مرسدس بنز به بازار عرضه شد. شرکت دایملر دارای دو زیرمجموعه اصلی مرسدس بنز و اسمارت می باشه. این شرکت حدود 25 مدل سواری داره که هر کدوم زیرمجموعه های خودشون رو شامل میشن. مثل مدل های کلاس A یا کلاس C یا مدل های کلاس S یا X و مدل های CLK، SLK و غیره. از سال 1902 تا 1997 نشان تجاری این شرکت 6 بار تغییر کرده. به چند نکته در ارتباط با شرکت مرسدس بنز اشاره میکنیم. مرسدس بنز به منظور کاهش انتشار آلایندگی محصولات خود روی احداث کارخانه های تولید باتری خودروی الکتریکی در اروپا و آمریکا و تولید مدل های برقی و هیبریدی تمرکز کرده. خودروی الکتریکی مرسدس بنز EQS به لطف بهره گیری از باتری های جدید این شرکت دارای ظرفیت پیمایش بیش از 700 کیلومتر طبق استاندارد WLTP است. تیم فرمول 1 مرسدس بنز در راستای تغییرات جدید تیمی و تلاش برای مبارزه با نژادپرستی در فصل 2020 از طرح رنگ سیاه برای خودروهاش استفاده میکنه. مرسدس بنز در تاریخ 12 شهریور سال جاری از مدل 2021 خودروی لوکس کلاس S رونمایی میکنه که از فناوری ایمنی کیسه هوای سرنشینان عقب هم بهره میبره. مرسدس بنز از خودروی AMG GT Black Series مدل 2021 مجهز به پیشرانه قدرتمند 720 اسب بخاری رونمایی کرد که با قیمت حدود 389 هزار دلار در آلمان برای سفارش آماده است. استادیوم مرسدس بنز آمریکا و ورزشگاه خانگی باشگاه فوتبال آتلانتا یونایتد با هزینه 1 میلیارد پوند ساخته شد. ظرفیت اون در بازی‌های فوتبال آمریکایی 71000، در فوتبال 75000 و برای بسکتبال 83000 نفره.